همون گیرنده زندانی می باشد. تنها خبر مهمم این که دو روز پیش منو بردن به دادگاه. اونجا رفتیم و بازپرس ناصدی گفت آقا حسب گزارش زندان شما به مقام معظم رهبریشون فحاشی کردیم. گفتم آقا من یه معلمم، برای خودم یه مدیت اخلاقی قائلم و اصلا فحش نمیگم. بعدم یه آقای احتیاج به فحش ندارن، همین چیزایی که اینا بهش افتخار میکنن و وقتی ردیف میکنیم از فحش هم بدتره. همون روز یادمه تلویزیون اعلام میکرد که در 4 سال گذشته قیمت مسکن 6 برابر شده و ارزش پول ملی از زمانی که رئیسی آمده 1/3 از دست داده. ما از این چیزا زیاد داریم که از فحش بدتره. کشوری که 10 برابر متوسط دنیا امکانات خدا داد داره رو به خاک سیاه برسونیم. خب این چه مملکتیه؟ اصلا چه احتیاج به فحش داره؟ ما اصلا احتیاج نداریم فحش بدیم. هم موارد عادی رو بگیم بدتر از فحشه. نه چه مملکتیه ما داریم؟ کجاش درسته؟ کدوم کار درست اینا انجام داده؟ از کدوم منفعت ملی اینا رو دفاع کردن؟ کجا خیانت نکردن؟ من چرا باید فحش بدم؟ 33 ساله که در رأس کار هست، الان چند روز دیگه میشه سالگردش. خب کدوم کار درست انجام داده؟ من 5 سال پیش یه صحبتی کردم، گفتم آقا باید به چه نقطه برسه که شما فهمید آقا دیگه شما ملت شما نمیخوان. آقا 3 سال پیش ما یه بیانیه دادیم، گفتم آقا این همه مشکلی که مملکت داره شرط لازم برای حلش یک آقا شما باید از سر راه بلند شید. خب گوش نکردید. خب توی 3 سال چه اتفاق افتاد؟ مملکت به کدوم نقطه رسوندید شما؟ من چرا باید فحش بدم؟ اصلا احتیاجی ندارم من فحش بدم. من هیچ وقت فحش ندم به کسی. مثلا الان که این به لحظات ملکوتی دم آخر نزدیک میشیم، الانی که همه میدونن آقا به زودی کار کنده است، به زودی تمام کسایی که ظلم کردن ملت رو اونا باید بیان پای میز عدالت و پاسخگو باشن. میخوان هر کی باشه، حتی اون حضرات آیت الله که تو هر مسئله دهن گشادشون رو باز میکنن ولی توی شرایط این مشکلات دست دهنشون بسته است. اون کسایی که عمله ظلم شدن، حتی اون سرباز نفلی که به نحوی میاد پرونده سازی میکنه یا سرکوب میکنه، میخوان بیان پاسخگو باشن. اونا مطمئنن به پای میز عدالت میکشن میشن و پاسخگوی اعمالشون اونا رو قرار میدی و تمام عدالت رو با تمام جزئیاتشون به اونا خواهیم چشون. ما چیزی نداریم فحش بدیم، مخصوصا الان که من مطمئنم که همین 5 سالی که به من حکم دادن رو من در زندان نخواهم بود. تمام زندان برقرار شد، تمام گیرنده زندانی میباشه. اون کسایی که هم گوش به حرف اطلاعات میشن از اون اطلاعات تنگ میزنی آقا تلفن یکی مثل سپهر رو قطع کنید، چشم آجا خو بدون دلیل قطع میکنم. من دارم چی میگم؟ یا آقا کسایی که آقا من اینجا کسی دارم حرف خودم میزنم، میگن آقا خب اینا باید این روز پاسخ خوب باشه، انشالله به روز میرسیم، عجله ما نداریم. ما نه با کسی دشمنی داریم، نه دست ما دست رفاقتی به کسی دادیم. هر کسی باید مسئول رفتارش باشه. من چه کار بدی کردم؟ میگن آقا شما یک آوردن به خاطر یک فتوکپی از حکمی که میخواستی دستاتو پیچوندن تو رو کوبودن به زمین، 4 روزم فرستادن تو انفرادی، تو وسط به یک سرباز گفتی دست بکش بی شرف، تو جرم انجام دادی. این جرمه؟ باش حسب گزارش زندان این کار اتفاق میفته. همیشه وقتی ما رزدیک میشدن صحبت میکن آقا ما اینجا هستیم هیچ گزارش بدی برای شما رد نکردیم. اما ایر که رد کرده دیگه.